یکی از نکات مهمی که در واقع توی بارداری اثرات بسیار مفیدی داره یه تغذیه صحیح است. ببینید خیلی از موارد از طریق ژنی وارد مقوله بارداری و باردار شدن میشه، ولی تغذیه میتونه مسائل اپیژنی خیلی مهمی رو در واقع جنینتون ایجاد بکنه. ببینید اگر یک مادر بی ام آی مناسبی داشته باشه و افزایش وزن متعادلی با افزایش وزن متعادلی وارد بارداری بشه و افزایش وزن متعادلی هم داشته باشه، این کمک میکنه که یک تغذیه بسیار خوبی داشته باشه، در واقع یک بارداری بسیار خوبی داشته باشه. ببینید تغذیه در دوران بارداری هم اثرات کوتاه مدت داره هم اثرات بلند مدت. کوتاه مدتش اینه که الان مادر داره در واقع افزایش وزن خودش پیدا میکنه، جنین داره درشت میشه، بزرگتر میشه و نیاز به یک سری مواد غذایی. تا این مواد غذایی نباشن جنین خیلی خوب نمیتونه بهره مند از اینا بشه. دراز مدتش هم خب برنامه های بعدی، یکی حتی هوش بچه، زیبایی بچه، اون در واقع جسم سالمی که بچه قرار هستش بعدن داشته باشه منوط به این تغذیه صحیح دوران بارداری است. حالا من مامان چی کار بکنم؟ اولا که بدونید خانمای باردار که در واقع انقدر مهمه که تغذیه، این رو بدونید توی هفته سوم هر دقیقه 250,000 سلول در واقع مغزی داره ساخته میشه. این سلول نیاز بر رشدشون نیاز به مواد غذایی مفید دارن دیگه، نیاز به ریزم و غذایی های مفیدی دارن. اگه من مادر بدنی گرسنه داشته باشم از نظر خوردن و از نظر اون مواد مفید، ببینید هر خوردنی هم نه، ما میگیم مامان باردار باید برای دو نفر بخوره نه به اندازه دو نفر. مهم برای ما کیفیته، کمیت تو یه حدودی که بی ام آیش اجازه میده، ولی کیفیت خوردن من باید گروه مواد غذایی رو بشناسم، بدونم که اگر زیاد روی بکنم افزایش وزن پیدا بکنم ممکنه وارد در واقع مسمومیت بارداری بشم، دیابت بارداری بگیرم، بدونم اگه کم میخورم در واقع یه سری مواد به بدن جنینم نمیرسه و کلن آگاهی از خوردن و نوع خوردن و کیفیت خوردنم داشته باشم. پس بهتره اول یک در واقع شعاری که شعار بنده است که میگم که باید متعادل، متنوع و تازه مامان باردار بخوره. پس باید به کیفیت تغذیهش خیلی اهمیت بده. خیلی توصیه به مامان باردار من اینه، میگم باید واقعا به آشپزخونتون اهمیت بدید. چی داره واردش میشه؟ در واقع چه کارها برای فعل و انفعالاتی روش انجام میشه؟ مامان باردار نباید زندگیشو تعطیل کنه، باید صبحانه خوب، نهار خوب، شام خوب و حتی میان وعده های خوب، چون معده‌اش گنجایش نداره، باید حجم کم ولی دفعاتش رو بیشتر بکنه، چون دوچار ویار میشه باید حجم کم ولی دفعات بیشتر. پس با توجه به تمام این آگاهی ها و اینکه من بدونم مواد غذایی چه گروه هایی هستن، تو هر گروهشون چه موادی است، چطوری اینها رو با ارزش تر بکنم، چطوری تهیه کنم، چطوری بپزم، چطوری بخورم و به چه میزانی بخورم رو بدونه و ما در واقع این اطلاعات رو خدمت شما میدیم و امیدواریم که بتونید استفاده مفیدی ازش ببرید.